ای شیخ، منم گبروش ایرانی، خصم ستم و خرافه و ویرانی. تازی نتوانست مسلمان کندم، تو نیز به خشک زورقی میرانی. از کینه و بغض و خشم آکنده شدید، بر مرکب انقلاب تازنده شدید، فریاد زدید شاه مردم خوار است. شیخ آمد و ما ز شاه شرمنده شدیم. شیخ آمد و ما ز شاه شرمنده شدیم. اندوه 1400 ساله دارم در دل، ای کاش ببندم غم دیگر در دل. من پیرترم 1400 سال امروز، با داغ هزارها جوانم بر دل. در سینه من به غیر کین تو مباد، نفرین تو باد و آفرین تو مباد. ای دین تو بس بتر ز هر کفر که هست، هر کفر که هست باد و دین تو مباد. منم کوروش، پادشاه جهان، پادشاه بزرگ، پادشاه داد. اعلام کنم تا روزی که من زنده ام، دین آیین و رسوم تمام ملت ها محترم است. اعلام می کنم من سلطنتم را به هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد. هر ملتی آزاد است مرا به سلطنت خود بپذیرد یا نپذیرد. ای وطن، نامت شکوه آمیز و بالا دستک، جنگ جویانت شهنشاهان و مردان بزرگ، کوروشت بر قلب ها هموار رهبر بود و هست. حضرت کوروش، حضرت کوروش به زعم ما پیمبر بوده است. اولین منشور مکتوب بشر فرمان او، ایزدان امشاس پندان جا
جمله پشتیبان او. رخش شب دیزت بلرزانند پشت عالمی، خاوه و گیب و فریدون هر یکی خود رستمی. باد تا هموار دنیا مهد شیران خاندت، خانه اش ویران، خانه اش ویران، هر آن کس خانه ویران خواهدت. دست اهریمن ز دریا و خلیجت دور باد، چشم نامحرم، چشم نامحرم ز سر تا پای خاکت کور. دکتر شاهکار بینش پژوه، استاد دانشگاه، تحصیل کرده، لیسانس و دکترا در جغرافیای اقتصادی و در شهرسازی داره، دکتره، آهنگساز، ترانه‌سراز، میخونه زیبا، هنرمنده، خوشتیپه. دکتر شاهکار بینش پژوه، باید مملکت چه بذاره فرار کنه بیاد. چرا؟ چون 1400 ساله تو این مملکت نخبه کشی، نخبه گریزی است. یه شخصیت برجسته تو اون مملکت تبایستی باشه، یا باید بکشنش، یا باید بخرنش ریش بذاره مزدور تازیان بشه، یا باید فرار کنه از اونجا. توهی شده مملکت، همواره توهی کردن، تا صدایی برخواست، تا خردی برخواست، تا اندیشهی برخواست، تا رضاشاهی، نادرشاهی، کوروشی میکشن، ترور شخصیت میکنن، لتوپار میکنند که نباشه. یادم اون سالها کسی کتابی نوشته بود، نخبه کشی، خیلی قشنگ بود، نخونده بودمش. نخبه کشی، نخبه گریزی. تو مملکت تو جایزه نوبل هم اگه به یکی از آدمات بدن، اینقدر تبلیغات و کار و این تشکیلات تازیان در ایران. تأکید میکنم ما به سادات و اعراب داخل کشور که پستی ندارن و خارج از کشور هیچ کاری ندارن، همیشه گفتم و میگم، سادات تازی حاکم بر ایران، 1400 سال مملکت دارن ویران میکنن، هیچی نمیذارن رو پاش وایسه، تا یه بابک میاد تیکی تکیش میکنن. بلین قصه شو بخونین، توسط افشین، خائنهای ایرانی. ابو مسلم خراسانی قیام میکنه که تازیا رو نابود کنه، سرشو کلا میذارن، دولت عباسیان رو تشکیل میدن. نادر شاه میاد، فتوحات، بعد تو تاریخ اصلا ممنون میشه. مهندس هوشنگ سیون که مجسمه نادرشاه، یعنی موزه نادرشاه رو ایشون ساخته، خیام رو ایشون ساخته، پور سینا رو ایشون ساخته، به من میگفت، میگفت روز افتتاح شاه هم اونجا بود، شاه هم اونجا بود روز افتتاح، و من کنار شاه نشسته بودم، یهو فرمانده ارتش ایران اومد در گوش من یه چیزی گفت، گفت پاشین بیان آقا با شما کار داریم. و گفتم خدایا با بغل شاه نشستیم، یا چی میخوام بگن؟ برای من تعریف کرد و جایی ننوشته. تو خونه کیوان دشتی بودیم در ونکوور، یادش بخیر، آمدید پای سخنرانی من. آخر شب رفتیم نشستیم محفلی، شادروان سودابه دشتی هم زنده بود و اینها.
چیدها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهید چیدها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی پارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید. در آرشیو یوتیوب ببینید youtube.com/mehrtv